بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وضع قانون جدید در هند باعث شده است تا مسلمانان این کشور برای تأمین قبر برای مردگان خود با چالش‌های جدی مواجه شوند. به گزارش خبرگزاری اخبارشی به نقل از الجزیره، پارلمان هند شاهد اصلاحی جدیدی در قانون اوقاف بود که در سال 1995 صادر شد. قانونی که اجازه مصادره زمین‌های موقوفه برای مساجد، قبرستان‌ها و زیارتگاه‌ها را در صورت درخواست ارگان‌های دولتی می‌دهد. انتظار می‌رود این قانون بحران دستیابی مسلمانان هند به گورستان‌های خود را برای دفن مردگان خود در دهلی، پایتخت هند، تشدید کند. در پی قطع مداوم برق منزل شهروندان، واحدهای تجاری و شهرک‌های صنعتی در ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اعلام کرد که این اقدام باعث مختل شدن فعالیت بخش خصوصی شده است. همزمان مدیر عامل شرکت خودروسازی کرمان موتور، قطعی مکرر برق را علت اصلی کاهش و توقف تولید خودرو اعلام کرد و یک فعال صنفی هم در ایران گفت این بحران منجر به ترش شدن خمیر نانوایی‌ها و وارد شدن ضرر سنگین به نانواها شده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ضمن انتقاد از وزارت نیرو به دلیل قطع برق واحدهای تولیدی هشدار داد که این اقدام باعث مختل شدن فعالیت بخش خصوصی شده است. تعداد جانباختگان سیل ناشی از باران‌های موسمی که از ماه گذشته در پاکستان آغاز شده است به 215 نفر افزایش یافته است. عرفان علی، یکی از مسئولان اداره مدیریت بلایای منطقه‌ای پنجاب، با بیان اینکه در 24 ساعت گذشته 24 نفر بر اثر بارندگی شدید در استان مذکور جان خود را از دست دادند، خاطر نشان کرد تعداد جانباختگان بر اثر بارندگی‌های شدید از ماه جولای تا کنون به 215 نفر افزایش یافته است. مقامات پاکستان همچنین اعلام کردند که بیشترین تلفات در استان‌های پنجاب، خیبر پختونخوا و سند رخ داده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد سیل ناشی از بارندگی‌های شدید در یمن جنگ زده منجر به کشته شدن دست کم 60 نفر از ماه ژوئیه تا کنون شده و در مجموع 268 هزار مجروح بر جای گذاشته است. یمن که تقریباً یک دهه است با جنگ دست و پنجه نرم می‌کند، سالانه از سیل‌های شدید رنج می‌برد که توسط بارش‌های سیل‌آسا ایجاد می‌شود، در حالی که بحران آب و هوا باعث افزایش فراوانی و شدت بارش‌ها شده است. آژانس بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارشی که دیروز منتشر شد گفت که از ماه جولای سیل‌های ناگهانی باعث مرگ 36 نفر در استان هدیده، 9 نفر در آب، 8 نفر در مارب و 7 نفر در تایز شده است. سازمان ملل متحد روز گذشته بر وخیم‌تر شدن بحران تغذیه در خاورمیانه و شمال آفریقا هشدار داد و اظهار داشت این شرایط بر یک سوم کودکان این مناطق تأثیر سوء بر جای می‌گذارد. در همین راستا صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بیانیه‌ای هشدار داد که دست کم 77 میلیون کودک و نوجوان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل بحران‌ها از نوعی سوء تغذیه رنج می‌برند و تاکید کرد که این آمار تکان دهنده است. یونیسف معتقد است که سوء تغذیه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، زیرا در پس زمینه پیچیده از بحران‌های مداوم، بی‌ثباتی سیاسی، شوک‌های آب و هوایی و قیمت‌های بالای مواد غذایی رخ می‌دهد. هزاران نفر از ساکنان مناطق از جنوب غربی فرانسه به دلیل وقوع آتش‌سوزی جنگلی خانه‌هایشان را ترک کردند. به گزارش خبرگزاری اخبارشی به نقل از الجزیره، هزاران نفر از ساکنان شهرک فورنتینیان در جنوب غربی فرانسه روز گذشته به دلیل وقوع آتش‌سوزی در جنگلی نزدیک به این شهرک خانه‌هایشان را ترک کردند.
مقامات محلی اعلام کردند که مجموعاً 600 آتش نشان، 11 هواپیمای آپاش و 2 هلیکوپتر برای مهار این آتش سوزی گسترده به کار گرفته شدند. هوش مصنوعی نقش بسزایی در صنعت انرژی های تجدید پذیر دارد و می تواند مراحل مختلف تبدیل نیرو، نظارت و کنترل شبکه های هوشمند و همچنین امنیت نیروگاه های هسته ای را شامل شود. هوش مصنوعی می تواند انرژی های تجدید پذیر را به سمت آینده امن‌تر، سازگار با محیط زیست و کارآمدتر هدایت کند. برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی همچنین می‌تواند از ماهیت متغیر منابع تجدیدپذیر استفاده کنند و اتفاقات آینده را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند. شایان ذکر است هوش مصنوعی می‌تواند به پیش‌بینی رویدادهای آب و هوایی مانند رویدادهای شدید آب و هوایی، امواج گرما، خشکسالی، آتش‌سوزی و طوفان، افزایش سطح دریا، ذوب شدن یخ‌ها و یخچال‌ها، ناامنی غذایی، اسیدی شدن اقیانوس‌ها، آلودگی هوا و انقراض گونه‌های جانداران نیز کمک کنند.